صاعقه در هر دوره یکی از عوامل ترس و وحشت مردم بوده و هست. عامل بسیاری از آتش سوزی ها، ویرانی ها و مرگ ها بوده. ولی آیا می دونید صاعقه می تونه مثل یه موجود هوشمند قربانیان خودش رو انتخاب کنه؟ ابرهای تیر رنگ بارانزا در آسمون ظاهر می شن. جرقه می بینیم و ثانیه ای بعد صدای غرش میشه. رعد و برق که خطری برای ما نداره، اما صاعقه میتونه ویرانگر و کشنده باشه. فرق رعد و برق با صاعقه چیست؟ وقتی دو ابر بارانزا با بار الکتریکی مثبت و منفی به هم نزدیک میشن، جرقه ای و صدایی ایجاد میشه که به اون رعد و برق گفته میشه. خطری نداره. اما به جرقه بین ابر بارانزا با زمین و تخلیه الکتریکی صاعقه گفته میشه که بسیار خطرناکه. با این وسایل که در بالای ساختمان‌های بلند قرار داده میشن آشنا هستیم. صاعقه گیر که برق ناشی از صاعقه رو به زمین منتقل و به اصطلاح خنثا میکنه. هر سال شاهد صدها هزار رعد و برق و صاعقه هستیم. به عنوان مثال در فرانسه هر سال حدود 1 میلیون رعد و برق و صاعقه ثبت میشه که باعث مرگ ده ها نفر و حدود 10,000 چهارپا میشه. مکانهایی در دنیا هستند که به صورتی ناهنجار شاهد رعد و برق و صاعقه هستند. مثل منطقه تورورو در اوگاندا که هر سال 251 روز شاهد رعد و برق و صاعقه است. در مدودیتسکایا بریج در منطقه ولگای روسیه هم رعد و برق و صاعقه زیاد رخ میده و کارشناسان میگن که دلیل اون غیر طبیعیه. به هر صورت در این ویدیو با اتفاقاتی در رابطه با برخورد هدفمند صاعقه و رفتارهای عجیب اون صحبت میکنیم. طبق آمار احتمال برخورد صاعقه با یه نفر 1 در 600 هزاره. کسانی که شاهد برخورد صاعقه بودن چیزهایی تعریف میکنن که باور اون سخته. صاعقه میتونه لباسهای زیر رو بسوزونه در حالی که لباسهای دیگه سالم میمونن. صاعقه میتونه به سر انسان برخورد کنه اما فقط موهای سر اون رو بسوزونه. چیز فلزی که در دست دارید رو از دست شما به جای دیگه پرتاب کنه اما به شما آسیبی نمیرسونه. صاعقه گردنبند یه دختر رو کند و دور انداخت و به خود دختر آسیبی نرسوند. فقط جای گردنبند برای چند سالی باقی موند. و غیره. در برخورد با صاعقه احتمال زنده موندن کمه. کسانی هم که زنده میمونن اکثرا دچار افسردگی میشن و حتی ممکنه خودکشی کنن. آقای روی سالیوان آمریکایی در 7 جا 7 بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت. برای اولین بار در سال 1942 صاعقه انگشت پای اون رو سوزوند. در جولای سال 1969 صاعقه این بار ابروهای اون رو سوزوند. در جولای سال 1970 هم صاعقه شانه روی رو سوزوند. در آوریل سال 1972 هم صاعقه موهای اون رو سوزوند. در اوت سال 1973 هم صاعقه پاهای اون رو سوزوند. در جوان سال 1976 و باز هم جوان سال 1977 بخش‌هایی از مچ پا، سینه و شکم اون در اثر برخورد صاعقه سوخت. برخوردهای متوالی با صاعقه باعث آشفتگی روانی روی سالیوان شده بودند تا جایی که 6 سال بعد از آخرین برخورد با صاعقه در سال 1983 در سن 71 سالگی خودکشی کرد و از دنیا رفت. آیا صاعقه مثل یه موجود هوشمند به دنبال افراد خاصی میره؟ ماجرای خانم مارتا مایکیا از بلغارستان متفاوت. صاعقه مردانی رو هدف قرار میده که با اون ازدواج میکنن. شوهر اول خانم مارتا یه جهانگرد آمریکایی به نام راندولف ایستمن بود که 2 ماه پس از ازدواج با اصابت صاعقه کشته شد. شوهر دوم مارتا هم وقتی که با هم به اسپانیا سفر می کردن توسط صاعقه درجا کشته شد.
مارتا که دچار افسردگی شده بود برای معالجه به سوفیا در بلغارستان برگشت و در بیمارستان توسط یک پزشک آلمانی تحت معالجه قرار گرفت. پزشک آلمانی عاشق مارتا شد و در برلین با هم ازدواج کردند. وقتی به بلغارستان برمیگشتند در نزدیکی مرز فرانسه شوهر سوم مارتا هم در اثر برخورد سائقه کشته شد. خانم مارتا از اون زمان تا حالا تنهاست چون هیچ مردی جرأت نمیکنه شوهر چهارمش بشه. مثل این دو مورد سائقه به طرز حیرت آوری گزینشی عمل میکنه. در یه مورد سائقه یه سوارکار رو کشت در حالی که اسب اون هیچ آسیبی ندید. یا در یه مورد دیگه به سوارکار آسیبی نرسید در حالی که اسب اون به خاکستر تبدیل شد. در ژاپن هم اتفاقی افتاد که کارشناسان پاسخی براش پیدا نکردند. دانش آموزان یک کلاس با معلم خودشون به یه تور پیاده روی رفته بودند. معلم از دانش آموزان خواسته بود تا همه یه طناب رو بگیرن. هنگامی که سائقه برخورد کرد، یک درمیان دانش آموزان رو کشت. دقیقاً نیمی از دانش آموزان کشته شدند و نیمی دیگر زنده موندند. عده ای از افرادی که پس از برخورد با سائقه زنده موندند، خدا رو شکر می کنند که چنین اتفاقی برای اونها افتاده و از سائقه متشکر هم هستند. هارولد دیل از میسوری آمریکا در روز 26 جولای سال 1969 مورد اصابت سائقه قرار گرفت. اون مشکلات حافظه پیدا کرد و حس بویایی و حس درد خودش رو از دست داد. از آن زمان تا حالا هارولد حتی در سرمای زیر صفر درجه زمستان هم فقط یه تیشرت آستین کوتاه و شلوارک می پوشه چون حس سرما رو هم از دست داده. به همین دلیل هم در محله اون رو هارولد عجیب صدا می کنن. اون میگه چون نیازی به لباسهای گرم و بلند نداره تونسته پول زیادی رو هم صرف جویی و پسنداز کنه. خانم بتی گالوانو مدل سابق آمریکایی هم از جمله کسانی بود که پس از اصابت سائقه سلامتی پیدا کرد. خانم گالوانو در اثر تصادف هر دو پاش شکسته بود و پلاتین در اونها کار گذاشته شده بود. راه رفتن و حتی حرکت کردن برای اون بسیار دردآور بود. تا اینکه در 11 ژوئن سال 1994 وقتی در آشپزخانه بود سائقه از پنجره باز به اون برخورد کرد. بعد از اون بود که اون درد پاهاش از بین رفت و تونست به راحتی راه بره. به پزشک مراجعه کرد و مشخص شد که پای اون خوب شده بود. در بعضی موارد کسانی که از برخورد سائقه زنده موندن در استفاده از وسایل الکترونیکی و حتی ساعت مچی مشکل پیدا کردن. اونها وقتی به چیزی مثل کامپیوتر دست میزنن در اونها اختلال ایجاد میشه و قادر به استفاده از اون وسایل نیستن. مثل کورت اوپلت دارنده مدال المپیک سال 1956 که در سال 1989 هنگامی که در دستشویی بود از پنجره باز مورد اصابت سائقه قرار گرفت و همین مشکل رو پیدا کرد. یا حتی عجیبتر از اون خانومی به نام نینا لازرونی پس از اصابت سائقه با مشکلات زیادی مواجه شد. با آنکه تا حد زیادی بهبود پیدا کرده اما یه اثر سائقه در اون ماندگار شده. با نزدیک شدن اون به لامپ ها حتی چراغ های خیابون ها و چراغ راهنمایی اونها کمسو یا خاموش میشن. در مورد رفتارهای عجیب سائقه عده‌ای از کارشناسان نظریه ای رو مطرح کردند که میگه سیاره ما یه موجود زنده بزرگ و نقش سائقه هم یه نقش شرافتمندانه است. بر اساس این نظریه این موجود عظیم الجثه زنده و هوشمند به یه سیستم عصبی قوی و کانال‌های ارتباطی برای برقراری ارتباط بین اعضای بدن خودش نیاز داره و هیچ راهی مؤثرتر و سریعتر از تخلیه بار الکتریکی سائقه‌ها وجود نداره. علاوه بر این هر روز در بخشی از کره زمین بارش‌های ناگهانی باران به همراه رعد و برق شدید صورت میگیره و این بدان معنیه که زمین در اون بخش از وجود خودش تنظیمات لازم رو به انجام میرسونه. طرفداران این نظریه میگن که وقتی سائقه باعث آتش سوزی در جنگل ها میشه
اگر تراکم درختان زیاد و آتش سوزی شدید باشه، مقدار اکسیژن هوا رو کاهش میده. و بالعکس، اگر مقدار اکسیژن کم باشه، آتش سوزی کمتری هم رخ میده و درختان خیلی آهسته تر آتیش میگیرن. در این حال، آتش سوزی در جنگل های فرسوده باعث رویش مجدد گیاهان و درختان جدید و نوسازی اکسیژن در کره زمین میشه. اونها میگن که میلیون ها سالی که در کره زمین تعادل اکسیژن به این شکل حفظ شده و میشه. این نظریه چه درست باشه و چه نادرست، برخوردهای بعضن گزینشی صاعقه با انسانها و حیوانات رو پاسخ نمیده. تا حالا هم کسی نتونسته اون رو توجیه کنه. نظر شما چیست؟ موفق باشید.